برگردیم به خیلی سال پیش در مورد اینکه چجوری شد که وارد قایقرانی شدین، اصلا چرا این رشته رو انتخاب کردین؟ چون خیلی رشته ای نیستش که خانواده ها بخوان بچه هاشون رو بفرستن قایقرانی. خب اول از همه که به واسطه اینکه من توی شهر انزلی بزرگ شدم، خب این رشته همیشه جلوی چشم خانواده ما بود و مادر من خیلی دوست داشت من برم قایقرانی. به واسطه همین خیلی منو قبل از اصلا شروع قایقرانی فرستاد کلاس شنا و من برعکس مادرم متنفر از آب و پارو زدن و اصلا قایقرانی دوست نداشتم و من برعکس عاشق رشته های رزمی بودم، چون خیلی روحیه خشنی هم داشتم توی کارهام، چون بین دو تا برادر بزرگ شده بودم عاشق ورزش های رزمی بودم و مادرم چون قایقرانی رو دوست داشت به واسطه همین موضوع یهو به طور اتفاقی توی مدارس ما تست استعدادیابی اومدن برای کلن افرادی که میخواستن تازه این رشته رو شروع کنن. از فرانسه یه مربی فرانسوی اومده بود و توی اون تست استعدادیابی من انتخاب شدم و چون مادرم هم خیلی اشتیاق داشت برای انجام این کار، با اشتیاق من رو برد و از اونجا شد که به طور کاملا ناخواسته استارت ماجرای من خورد. حالا چی شد که علاقه من شدید یعنی به قایق؟ بالواقع میتونم به جرئت بگم من علاقم از زمانی شروع شد که از همون اول به من گفتن نمیتونم. من یه آدم فوق‌العاده با روحیه کلکلانه‌ای هستم و لجباز و هر کاری که به من بگن نمیتونم و حتی اگه بدم هم بیاد انجام میدم. خب بذار بیشتر صحبت کنیم، کی بود؟ چه؟ دقیقاً من تقریباً میشه گفت هفته دومی بود که وارد این رشته شدم و تازه رفتم توی آب. استارت من برای تمرینات توی آب خورد. اونجا یک راننده قایق موتوری بود که با مربی که تو هیئت با ما کار میکردن اومدن سر تمرین و من چون ترسیده بودم و واقعا از آب وحشت داشتم، مثلا دوست نداشتم این رشته رو، رنگ روی من پریده بود و اون راننده قایق موتوری به صورت کاملا تمسخروار برگشتن به مربی گفتن که اون آخرین نفره رو برداریم بیاریم بالا، اون رنگ روش پریده زرد کرده، الان باعث میشه همه چپ کنن. و اون حرفش خیلی بر من گرون تموم شد و از جلسه بعدی که من رفتم سر تمرین به صورت کاملا غیر منتظره همه حرکت‌ها رو درست انجام میدادم، چون دوست نداشتم دوباره اون حرف رو بشنوم. میشه گفت ورودم به تیم ملی هم با کلکل بود، چون بابای من کلا مخالفه اینکه من چون تک دختر خونه و کل خانوادمون بودم، مخالفه این بود که من از خونه و خانواده دور شم و کلا مخالف این بود که من برم دنبال این رشته. و از روز اول بهم گفت تش میخوای مثلا چی کار کنی؟ گفتم من تش میام تیم ملی. و اون اول باور نداشت که شاید بتونم اینا ادامه بدم، چون همیشه برادرای من انواع رشته های ورزشی رو امتحان میکردن اما تا انتهاش نمیرفتن و بابای منم یک الگوی بعد تو ذهنش داشت که تو هم میخوای بری و باز ول کنی و فقط وقت و انرژی صرف میشه توی این موضوع. اما خب من به واسطه باز لجبازی و کلکل در مورد این موضوع رفتم که برم تیم ملی و وقتی دعوت شدم واسه تیم ملی بابام متوجه شد که نه من واقعا دنبال هدفم. و اولین مدالی که گرفتین حالا واکنش پدرتون چی بود تو ساعت حالا؟ اولین مدالی که گرفتم میتونم بگم خیلی خوشحال شد، چون و از اون به بعد خیلی بیشتر منو حمایت کرد، چون متوجه این شد که من واقعا دنبال هدفم هستم و خیلی سفت و محکم چسبیدم به کارم و ترجیح داد از این بعد حمایت بیشتری منو بکنه. چه کسایی توی این مسیر خیلی روتون تاثیر گذاشتن توی اینکه حالا شکوفا بشین اون استعدادتون برای توی روینگ؟ هر کسی که منو دوست نداشت. ممنونم ازشون. چرا؟ چون آدم هایی که دوست نداشتن من پیشرفت کنم، دوست نداشتن ببینم من دارم پیشرفت میکنم، دوست نداشتن موفقیتم ببینن و منتظر باخت من برای خوشحالی خودشون بودن، بیشتر از همیشه به من انگیزه میدادن و من همیشه از اون آدم ها تشکر میکنم و همیشه دوست دارم تعدادشون بیشتر شه، چون هرچی تعدادشون بیشتر شه موفقیت من به نسبت بیشتر میشه. اینجوری که مشخصه یه برنامه‌ریزی خیلی خوبی برای آینده ورزشتون دارید. قطعاً خیلی. در موردش صحبت می‌کنین؟ خب من هدف اصلیم المپیک 2028 لس آنجلسه. که اگه عمری باشه شرایطی پیش بیاد که بتونم حضور داشته باشم، قطعاً برای بهترین نتیجه تاریخی که تا حالا اصلا قایقرانی ندیده و نخواهدم دید، شاید دارم تلاش می‌کنم.
و امیدوارم که بتونم به اون برسم. حالا تو المپیک هم یه مسئله دیگه براتون پیش اومد، بحث همون جلیقه یخ بود که حالا شما حالا یه سری امکاناتو دیدین که ورزشکارهای کشورهای دیگه دارن ولی شما ندارن. چرا انقدر اون موقع به مزاق خوش نیومد به مزاق مسئولای ورزش ایران؟ من یکی از کمترین یعنی 200 دلار هزینه جلیقه یخ، کمترین امکانات در مقابل 15000 دلار یک قایق، کمترین هزینه ای بود یا کمترین امکاناتی بود که من بیان کردم به عنوان مثال. و من یعنی به واقع میتونم بگم دوست داشتم به جای اینکه به اون نکته ای که نازنین ملایی بیان کرد جلیقه یخ ندارم توجه میشد، به این نکته که ما چه امکاناتی نداریم، این کوچکترینشه و بزرگتریناشو نداریم توجه میشد. اما متاسفانه به اون کوچیکه توجه شد، اما به بزرگترین امکاناتی که نداریم، به چیزی حلوش 16 ساله که من تیم ملی هم و میگیم پیست استاندارد مخصوص روینگ نداریم و هنوزم نداریم و توی المپیک قطعا ما به این موضوع باختیم، چون تو همه مسابقات من تا 1000 متر با قهرمان المپیک میرفتم و بعد 1000 نمیتونستم، چون ما پیست امکانات زیاد نداریم. و کاش به اونها دقت میشد به جای اینکه به یه جلیقه یخ 200 دلاری فقط دقت میشد. یادم اون زمان هم میگفتن که براتون تهیه میخوایم بکنیم و فقط بگن از کجا باید تهیه کنن، تهیه میکنیم. آخر به دستتون رسید یا نرسید؟ ما تو اون تایمی که من برگشتم ایران و افراد خودشون بودن توی المپیک تا پایان المپیک، سفارش داده بودن اومده بودم، خب من خودم ندیدم به شخصه. اصلا یک بارم تا حالا؟ نه اصلا زیارتش نکردم، مشرف نشدم به زیارت. اگر دیدم یه دستی بکشم حاجت بگیرم. خانم ملایی، یکی از حسنایی که شما دارین برخلاف خیلی از ورزشکارای خانم دیگه ما، اینکه شما مطالبه گر هستین، برای کوچکترین حقتون بدون ترس با شجاعت تمام صحبت میکنی. اول میپرد میگی صحبت میکنین که دلیلش چی بود، یا خیلی مواقع نخواستن مانع این اخلاقتون بشن؟ در واقع خیلی از مواقع میگن خانم ملایی همیشه صداش در میاد و من خوشحالم که صدام در میاد. من تا تقریبا سال 2017 که یک مربی رومانیایی اومده بود ایران و چه بلاهایی که سر من نیامد تو اون سال و حتی از اردوی تیم ملی من خط خوردم، اما باز رفتم مدال طلای تایلندم آوردم، خیلی آدم ساکتی بودم و اصلا برای حقام یا چیزایی که حقم بود نمی جنگیدم. و از اون سال که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم، چون مربی رومانیایی اومد و یه سری شرایطایی توی فدراسیون پیش اومد که اصلا مخالف من بودن و من شدم یه آدمی که چیزی برای از دست دادن نداره. گفتم تش یا میذارم از کشورم میرم و شما من از دست میدین، یا میمونم برای حقم میجنگم. و از اون سال شد که من فهمیدم تا نجنگم چیزی رو به دست نمیارم و خوشحالم از اینکه جنگیدم. و از اون موقع فهمیدم که هیچ موقع نباید ترس داشته باشی برای از دست دادن چیزی، چون ترس از دست دادن هر چیزی برای تو محدودیت ایجاد میکنه. خیلی از بچه های ما تو اون سال ترس از دست دادن مدال بازی‌های آسیایی جاکارتاشون رو داشتن و مقابل اون اتفاقاتی که داشت میافتاد و شرایطی که داشت پیش میومد وای نستادن و ضررش هم دیدن. خیلی هاشون رفتن بعد از اینکه مربی رومانیایی برگشت رفتن توی افت شدید تمرینی. اما من وایستادم، با آقای فرسام کار کردم، از اردوی تیم ملی خط خوردم، با هزینه شخصیم 3 ماه کار کردم به دور از امکانات، با محدودترین امکانات، اما خب تش اون چیزی که خواستم رو به دست آوردم. کدوم بخش از زندگی ورزشتون خیلی براتون شیرین تر بوده، حالا نتیجه‌ای که گرفتین یا مدالی که گرفتین؟ مسابقه پارسال تایلندم، برای اولین بار تو 3 ماده و 3 آرن شرکت کردم و توی تک نفره سنگینم خب خیلی استرس داشتم، چون تو آسیا تا حالا تک نفره سنگین وزن نزده بودم جز سهمیه المپیک و پشت سرش 2 نفره سنگین وزنم با خانم جاور داشتم. و اونجا که مسابقه خواستم بدم، خیلی از ورزشکارها و رئیس فدراسیون‌های کشورهای مختلف که منو میشناختن وقتی با من سلام علیک میکردم میگفتن خب کدوم رشته رو قراره شرکت کنی؟ گفتم که این 3 رشته رو.
و وقتی میگفتم تو سه ماده قرار شرکت کنم، همشون یهو جا میخوردن، گفتن واقعا مسابقه تو دیدنیه، دوست داریم بریم چیکار کنی، چیکار میکنی. و من هر روز که میومدم برم سر خط مسابقه میگفتم منتظر طلام باش، با طلا برمیگردم به همشون. و دقیقا جلوی مانیتور همشون نشسته بودم و وقتی من از اسکله میومدم بالا و میومدم برم سمت جایگاه، همشون با تعجب میموندن اما خوشحال بودن، دستم میزدن که دوباره رب با طلا اومد، دوباره رب با طلا اومد. و آخرش برگشتم بهشون آخرین مسابقه گفتم، گفتم به تو سه تا طلا میارم. بعد و همشون با تعجب اما خوشحال و اون قیافه بانمکشون واسه من خیلی خاطره قشنگی بود و خودم هم خیلی دوست داشتم، چون اولین مسابقه ای بود که سه تا ماده شرکت کرده بودم، خیلی استرس داشتم اما از اینکه سه تاشو تونستم موفق شم خب خیلی خوشحال بودم. حالا کدوم بخش زندگی ورزشتون خیلی ازش خاطره تلخی داریم؟ جاکارتا. و هیچ عکسی در گوگل از من سرچ نمیشه در جاکارتا که با لبخند باشم. و همیشه جلوی چشمه. حتی شده بارها توی مسابقات، تو مسیر مسابقه اون اتفاقی که تو جاکارتا افتاد میاد جلوی چشم، بارها جلوی چشمه، یعنی هیچ موقع از ذهنم پاک نمیشه، چون یه مدالی بود که سر اشتباهات خودم از دستش دادم و بابتش 4 سال صبر کردم، خیلی سخت بود. حالا فکر کنم اتفاق بدتر هم این بود که حالا اون سبک وزن رو حذفش کردن دیگه. آره خب، اما کارش نمیشه کرد، زندگی پر از چالشه. اما الان از قطعا یکی از اون نفرات توی قایق 2 نفره سبکشون حضور پیدا میکنه، از اون ور به خدمتشون میرسه. ابن داره. نازنین ملایی اوقات فراغت چیکار میکنه؟ با دوستاش رستوران. از اونجایی که عاشق غذا و از اونجایی که یک آدم فوق العاده و خلاف ظاهرم شکموام، رستوران و کافه رفتن خیلی دوست دارم و تایم آزاد که پیدا میکنم کلا با دوستام رستوران و کافه و در حال چیزهای جدید کشف کردن و مزه های جدید، غذاهای جدید. چقدر شبیه رویای نوجوانیتون هستین؟ خیلی، 100%. ببین توش اصلا قایقرانی نبود، اما من بچگیم عاشق معروف بودن و سوپر قهرمان بودن بودم. و اینو کی یادم اومد؟ اتفاق جالبی که تو توکیو افتاد بر من. مسابقه آخری که من دادم، خب مسابقات من و مصاحبه‌ای که کرده بودم که توی پیست 1000 مترم، توی نگاه اکثر ورزشکارها و مربی‌ها و کشورهای مختلفی که اونجا حضور داشتن خیلی جلوه کرده بود. بله. و کل تیم آمریکا و مربی‌هاشون و ورزشکارشون هر روز که من می‌رفتم توی آب مسابقه بدم، برای من گود لاک می‌فرستادن و خیلی منو تشویق می‌کردن. و روز آخر که مسابقه دادم، مسابقم تموم شد اومدم بالا، مربی تیم آمریکا وقتی داشتم پاروامو جمع میکردم برگشت به من نگاه کرد و برگشت داد زد گفت سوپر هیرو. اینو که به من گفت انگار که بعضی وقتا توی این فیلم ها هست، یه فلش بک میخوره، تمام مرور خاطرات میشه تو ذهنت. یک لحظه در عرض چند صدم ثانیه تمام خاطرات من مرور شد و یادم اومد که من اصلا تو دوران بچگی دوست داشتم سوپر قهرمان باشم، یکی از علایق من این بود، یعنی تمام موقع خواب رویا پردازی هام همش این بود. و بعد یهو اونجا موندم گفتم خب من الان دقیقا جاییم که همه دنیا دارن منو میبینن و من تو جایی که همه دنیا هستن این کار رو کردم و دقیقا من الان همونم و این آدم الان همون حرف رو به من زد. و دیدم دقیقا رسیدم به اون جایی که تو دوران بچگی میخواستم اما فکرشو نمیکردم. اصلا مهم نیست به نظر من از چه مسیری به اهدافت میرسی، مهم اینه هدفات که بعضی وقتا بشینی بهشون فکر کنی ببینی تو بچگی چی میخواستی. اگه یه روزی مسئولیت داشته باشین تو ورزش ایران، کدوم دغدغه ورزشکارانه؟ ورزش بانوان دیدشه، چیزی که ما نداریم. شاید توی سطح دنیا هم همین باشه ها، توی سطح دنیا هم خیلی ورزشکارای بانوان رو خوب نمیشناسن، اما خب به نسبت به کشور ما خیلی بیشتر باز میشناسن. اما این مسئله حل شه که ورزش بانوان دیده شه، مشکلات بانوان حل شه،
چون به نظر من خیلی قشنگه که به جای اینکه الان مثلا خیلی از آقایون الان نظرشون تغییر کرده، میگن آره زنم باید کنار ما شروع به کار کنه، مستقل شه، کمک کنه. خب این مستقل بودن باید از پای و اساس باشه و پای اساسش بر اساس اینه که خب یه بچه وقتی تلویزیون رو روشن میکنه یه کسی رو ببینه که چقدر آدم مستقل و معروف و خوب و خفنیه، تصمیم بگیره که بشه اون. حالا حتما نه تو صرف ورزش، تو هر صرف کاری و حرفه‌ای بخواد باشه. و این الگو توی کشور ما ساخته بشه خیلی خوبه، چون باعث میشه خیلی از پتانسیل هایی که خیلی از دخترای ما دارن اما نمیدونن، و این مسئله باعث شده که خیلی از دخترای ما به جای اینکه برن دنبال پیشرفتشون، استقلال فردیشون، اگر ماشین خوب میخوان خودشون به دست بیارن، اگه خونه خوب میخوان خودشون به دست بیارن، دنبال اینن که یکی با اسب سفید بیاد اینا رو براشون بیاره. این قشنگه که هر کسی برای خودش اهداف خودش بجنگه، به جای اینکه منتظر باشه یکی دیگه بیاد هدفاشو بسازه. چون اگه یکی دیگه بیاد هدفاتو بسازه، اگه یه روزی هم بره اون هدفات رو سرت خراب میشه. اما اگه خودت بسازی، اون میره و درو تو پشتش میبندی، هیچی خراب نمیشه. حالا این اشاره کردین که ورزش بانوان دیده بشه، فکر میکنم که تو سالهای گذشتم خیلی هم محدودیت‌های زیادی داشتین، هم این دیده نشدن خیلی بیشتر بوده. چقدر تلاش کردین که بجنگین با این مسائل؟ نظر من اگر این محدودیت‌ها یک سازماندهی درست تری داده بشه خیلی خوب میشه، چون ما با محدودیت‌هامون به خودی داریم میزنیم. در واقع میتونم بگم یه سری محدودیت‌هامون باعث میشه که اصلا به یه سمت و سوی دیگه بره داستان. اگر هزار تا نازنین ملایی دیگه یا از نازنین ملایی بهتر توی کشورمون داشته باشیم خیلی بهتره، تا اینکه هزار تا دختری که توی قلیون سراها و هزار تا جای دیگه نشستن، این خب خیلی بهتره. لاغر سرگرم کننده یک راه درستن و هدفمند، تا اینکه بی هدف توی کشور دارن میچرخن و نمیدونن چی میخوان. اینها رو ما باید نشون بدیم، آموزش بدیم تا متوجه شن، وگرنه نشون ندیم. سر همون قضیه المپیک، اصلا بعد از المپیک حتی فدراسیون به من زنگ میزد، میگفتش که روابط عمومی، اون میگفت تلفن فدراسیون داره میترکه، انقدر خانواده ها دارن زنگ میزنن برای ثبت نام یا چیکار کنن. خب اون یک نوع بازخورد مثبت بود. وقتی همه خانواده ها میبینن، بچه ها خودشون میبینن. آرزوتون برای قایقرانی؟ روزی برسه که مدال آوری توش انقدر زیاد شده باشه که مثلا یه سری رشته های دیگه ما که مثلا 100 میبندیم روش واسه مدال المپیکش، 100 ببندیم واسه مدال المپیکش. مثلا مثل کشتی؟ دقیقا. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین. امیدوارم که همینطور از مصاحبه لذت برده باشین. عالی بود، مصاحبه خوب و صمیمانه بود. امیدوارم که بازی سی هم موفق باشین. مرسی، ممنونم. منم امیدوارم که بتونم نتیجه که 16 سال منتظرشم و به دست بیارم. امیدوارم که همیشه موفق باشین خانم. خیلی لطف کردین. لطف دارین. ممنونم از شما.